آسمان آرام، زمین یخ زده. بعد از 5 روز بارش و سرما، آسمان مازندران و گیلان روز آرامی را شروع کرده. حالا زمین یخ زده جاده های شمالی را لغزنده کرده و در مسیرهای داخل شهری هم مشکلاتی را به وجود آورده. شرکت آب و فاضلاب هشدار داده سرما 50% تأسیسات آبرسانی را در خطر یخ زدگی قرار داده. اما به هر حال بخش بزرگی از مشکلات اولیه مرتفع شده، اما برخی مشکلات همچنان باقی است و مردم درخواست تسریع در حل این مشکلات را دارند. قرار است تا 2 روز آینده برآورد خسارت‌ها به مناطق شمالی کشور آماده شود. وزیر راه و شهرسازی گفته دولت برای بودجه بازسازی مناطق آسیب دیده مشکلی ندارد. بسیج همه گروه‌های امدادرسان برای یاری مردم گرفتار در برف. با بسیج گروه‌های مختلف امدادی جمعیت هلال احمر، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مردم و نهادهای مختلف استانی و کشوری، خدمات رسانی به مردم گرفتار در برف غرب مازندران به ویژه در روستاهای منطقه با شدت و سرعت بیشتری در جریان است. ما از استان البرز در قرارگاه لشکرستی تعداد 14 دستگاه خودروی اردنشاشاستی برند که بتوان در منطقه صبرعبور و همچنین دستگاه های بردزه 2 دستگاه رو ما به منطقه اعزام کردیم. برق وصل شد؟ الحمدلله بله، با تلاش مأمورین اداره برق، برقم وصل شد. جاده چطور که وصل شد؟ جاده هم الان یکی 2 روز باز شد. 3 روز جاده بلوچستان باز نیه. از خود بلوچستان اینو کول بگیتن بیارن سر پل کاظم رود تا برسن اینجا درمانگاه. فقط میتونیم نون بگیریم بیام سوپرمارکت ببینیم که بیشتر وسیله میگن تموم شده. امدادگران مازندران 6 روز گذشته به بیش از 15,000 نفر در مناطق بحران زده غرب استان خدمات دادند. حدود 250,000 قرص تا به امروز توزیع شده، حدود 200,000 قوطی کنسرو تا به امروز توزیع شده، حدود 60,000 بطری آب توزیع شده. آب شرب و برق تمامی شهرها و بیشتر روستاهای غرب مازندران وصل شد و تلاش برای بازگشایی کامل راه‌های روستایی غرب استان تا پایان امروز ادامه دارد. راه‌های شریانی غرب استان بازه و در حال باز پاکسازی کامل هستیم. الان شروع کردیم برای جاده‌های روستایی. چطور جاده‌های فرعی مون 50% بازن، الان مشغول بازگشایی هستیم. راه‌های روستایی مونا که یه مقدارش باز کردن، یه مقدار دیگه هم شروع کردن الان از امروز، امکانات رفته برای بازگشایی راه روستایی. داشتیم پارگی سیمای شبکه رو برطرف می‌کردیم. 5 شبان روز که ما یک سره توکل اداره داریم به مردم خدمت بکنیم. مدیر عامل شرکت گاز مازندران هم از برطرف شدن مشکل قطعی گاز شهرهای مرکزی مازندران تا عصر امروز خبر داد. پس از 5 روز تلاش بیوقفه همه نیروهای امدادرسان، اوضاع در مناطق شهری و روستایی گیلان برف زده آرام آرام عادی می شود. همکاری نیروهای سپاهی و ارتشی که در کنار نیروهای امدادرسان وارد میدان شدند، صحنه های زیبایی از همراهی و همدلی را به نمایش گذاشت. سپاه اومد این جاده باز کرد و تو هم مسیر راه‌های اصلی ما بازه. ما سرباز این مرز و بومیم، هر لحظه هر جایی که نیاز بشه آماده به خدمتیم. البته مردم هنوز گلایه هایی دارند. به سخت من است نگاه بود نیست و فرست من از 3 متر برف بگشه همه حداقل 30 خلالم بشکفته. در حال حاضر فقط راه 29 روستای شهرستان‌های صومعه سرا، رودسر، رودبار، رشت و تالش بسته است و مسئولان قول دادند تا غروب امروز راه این روستاها را هم باز کنند. قول دادیم تا شب تمام بکنیم راه‌های روستاییمون رو، به استثنای راه‌های روستایی رو که در واقع احتمال داره در ارتفاعات بمونه که کم سکنن، اونا رو هم ورود می‌کنیم. بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برف سنگین 5 روز گذشته جان 6 نفر را در گیلان گرفت. وزیر راه و شهرسازی که برای بررسی اوضاع به گیلان سفر کرده است گفت کارشناسان این وزارتخانه در حال برآورد خسارت هستند. خسارت در هیئت وزیران مطرح میکنیم و برنامه بازسازی مناطق واحدهای آسیب دیده رو انشاءالله در دستور کار قرار میدیم و به تصویب میکنیم، هم بحث تسهیلات بانکی شو و هم در واقع بحث یارانه ها و کمک های بلایوز رو انشاءالله مشخص میکنیم و تو هفته آینده انشاءالله همه مسائل به تصویب هیئت وزیران انشاءالله خواهد رسید. هم در سفر به گیلان در زمینه وضعیت آب و برق مناطق برف زده گفت از حدود 277
روستایی که دچار قطعی برق شده بودند تا روز دوشنبه تمام این مشکلات برطرف شده و جریان آب هم الحمدلله به صورت عادی الان ادامه داره. البته گیلانی ها با همه سختی های این روزهای برفی پرندگان سرمازده را فراموش نکردند. خب برای اطلاع از آخرین وضعیت راه های استان برف‌زده شمالی کشور گفتگوی دارم با سردار مؤمنی رئیس پلیس راهور ناجا که هم اکنون در گیلان هستند. آقای مؤمنی سلام، خسته نباشید. شما دیروز به استان مازندران رفته بودید و امروز هم در گیلان هستید. وضعیت جاده ها و راه های روستایی این دو استان رو چطور ارزیابی می کنید و اینکه راه ها برای خدمت رسانی چقدر هموار شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حسینی، بنده خدمت شما و همکارانتون و بینندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. خوشبختانه با مساعدتر شدن هوا روند امدادرسانی شتاب بیشتری گرفته. نیروی انتظامی با همه توان بسیج امکانات و بالگردها به دو استان گیلان و مازندران و همکاری سایر دستگاه‌های امدادی در صدد بازگشایی همه معابر هست تا انشاءالله روند امدادرسانی به همه مناطق روستایی هم انجام بشه. در حال حاضر در استان گیلان بیشترین بارش برف در منطقه انزلی، سومسرا، فومن و رضوانشهر بوده و همچنین در شرق استان در محدوده شهر رودسر و کلاچای بوده، اما خوشبختانه با تلاش همه دستگاه‌ها و همکارانم در پلیس راهنمایی و رانندگی راه‌های اصلی این دو استان یعنی استان گیلان و در واقع غرب استان مازندران باز هست، معابر بین شهری باز هست، راه های مواصلاتی به دو استان گیلان و مازندران از سمت تهران و استان های همجوار خوشبختانه باز هست، اما در استان گیلان در این محدوده ای که عرض کردم در محدوده سومسرا و فومن و این مناطق تعدادی از روستاها و همچنین در محدوده رودسر هنوز به طور کامل بازگشایی نشده. همکارانم و همه دستگاه ها مشغول هستند. در محدوده غرب مازندران هم در منطقه جواهرده، جنت رودبار، 2000 و 3000 و این مناطق در حال بازگشایی هستند. پیشرفت‌های خوبی داشتند و انشالله که با استمرار و تداوم این وضعیت امدادرسانی همه راه‌ها باز بشه و تا عادی شدن در واقع زندگی مردم همه انشالله در صحنه باشن. اما نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم این هست که علی‌رغم اینکه گفتیم این معابر باز هست، ولی به علت انباشتگی بسیار زیاد برف‌ها در حاشیه راه‌ها و ذوب شدن اون و اومدن اون به جاده باز شده، جاده لغزنده بشه همونطوری که فرمودید. الان در استان گیلان و مازندران هوا صاف و آفتابی است، اما ما در زمین انباشت بسیار بالای برف رو داریم. این باعث شده که در محدوده‌هایی که پربرف‌تر بوده مثل محدوده مثلا شهرستان انزلی به رضوانشهر و یا همین شهرهایی که اسم بردم و در کل در واقع محدوده کناره از آستارا تا نور ما همواره لغزندگی معابر رو داریم و میطلبه که رعایت بکنم فاصله طولی، سرعت مطمئنه رو. راهی که با تلاش زیاد همه دستگاه‌ها باز شده، امروز من خودم در مسیر شاهد بودم که یک راننده با بی‌احتیاطی وانت نیسان منجر به سرخوردگی و واژگونی شد و برای مدت کوتاهی معبر که تلاش شده بود بسته شده بود، البته بلافاصله باز شد. خواهشم از هموطنان عزیز این هست که حد در امکان سفر به این محدوده رو کمتر داشته باشن و با سرعت مطمئن انشاءالله رانندگی بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب سردار مؤمنی، فرمانده پلیس راهور ناجا.